سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین. در این ویدیو نحوه موکاپ نمودن کاور و یا پوش کتاب را توسط فایل آماده فتوشاپ برای شما آموزش خواهم داد. خب قبل از اینکه داخل فتوشاپ شویم، ابتدا شما از طریق لینکی که در قسمت توضیحات ویدیو میگذارم داخل وبسایت شوین. داخل همین وبسایت ما همین لینک در قسمت توضیحات ویدیو میگذارم. بعدن بین در قسمت دانلود رایگان فایل آماده موکب کاور یا پوش کتاب در برنامه ادوب فتوشاپ بالاش کلیک کنین. بعدن بین در قسمت پایین اینجا لینک دانلود موجود است، بالاش کلیک کنین. بعدن در قسمت کلیک کنین. خب بالای استارت دانلود کلیک میکنیم. خب منتظر میمونیم تا اینکه فایل دانلود شوه. خب دانلود فایل تکمیل شد، بعدا اوپن فولدر میگیم و از این قسمت ای دا فایل رار است، ای را اکسترکت میکنیم. بالایش کلیک راست بزنیم، از این قسمت اکسترکتو ای را کلیک کنیم. به این شکل داخل یک فولدر اکسترکت میکنه. بعدا میریم داخل فولدر، از اینجا ببینیم اینجا فایل فتوشاپ است، بالایش کلیک میکنیم یا کلیک راست اوپن میگیم. خب زمانی که فایل باز کردیم، شما ابتدا کاورتان را قبلا طراحی کرده باشین. من میخوایم که همین کاور را بیارم در قسمت موکپش کنم. برای این کار ببین، ما اینجا سه پوش کتاب را داریم، بوک 1 است، بوک 2 و بوک 3. ابتدا داخل بوک 1 میایم، از این قسمت بالای تامنیل لایر دو بار کلیک میکنیم. به شکل یک لایر جداگانه باز میشه. بعدن برین داخل کاور خودتان، از اینجا این قسمت را سلیکت میکنیم. بعدن زمانی که سلیکت کردین کنترل سی را بزنین. بعدن بیاین داخل داکیومنت، به اینجا کنترل وی پیست میکنیم و کنترل تی را میزنیم. اندازش را بزرگتر میسازیم تا اینکه با سایز کاور برابر شود. خب زمانی که با سایز کاور برابر کردیم، بعدن علامه تایید میزنیم. بعدن این داکیومنت میخوایم بسته کنیم، بالای اکس کلیک کنیم. بعدن سیف چینج، این قسمت متوجه باشین که یس بگوید. بعدن بین این قسمت ببینیم به این شکل به صورت اوتومات کاور ما در قسمت قرار گرفت. بعدن میاییم در قسمت بوک 2، یعنی بوک 2 هدف ما اینی است و بوک 3 هم این سومش. خب بعدن میاییم در قسمت فایل بوک 2، از اینجا دوباره در قسمت تامنیل لایر دو بار کلیک میکنیم و در قسمت هم نیست قرار میدیم. پس دوباره میریم در قسمت کاورمون، ایره انتخاب میکنیم کنترل سی و بعدن دوباره در قسمت کنترل وی پیستش میکنیم. کنترل تی اندازش بزرگتر میسازیم تا اینکه به این سایز قرار بگیره. زمانی که به این سایز قرار گرفت، بعدن از این قسمت علامه تایید میزنیم، این داکیومنت را بسته میکنیم. بعدن از این قسمت سیف چینج یس بگوین. بیاییم در قسمت ببینیم، در قسمت نیست کاورمان قرار گرفت. و بعدن خب لایر بوکتو را که انجام دادیم، قسمت لایر بوکتری میاییم. این لایر را که انتخاب کردیم، ببین قسمت علامه گذاری شده، قسمتی که علامه سرخ است، از این قسمت شما تغییرات آورده میتونید و در لایرهای دیگه شما هیچ کاری ندارید، فقط قسمتایی که به شکل علامه سرخ داره. خب میایم در قسمت بوک 2 بالای تامنیل دوبار کلیک میکنیم. بعدا میایم در قسمت فایل خودمان اینجا. خب این بار ما میخوایم که عقب کتاب را قرار بدیم. این بار میایم از این قسمت عقب پوش کتاب رو انتخاب میکنیم. زمانی که انتخاب کردیم، بعدا کنترل سی رو میزنیم. دوباره میایم در قسمت اینجا کنترل وی پیست میگیم. بعدا کنترل تی رو میزنیم، سایزش بزرگتر میسازیم تا اینکه به این سایز قرار بگیره. خب زمانی که سایزش تنظیم کردیم، بالای علامه تایید کلیک میکنیم. بعدا داکیومنت رو بسته میکنیم، سیف چینج یس میگیم. پس میاییم در قسمت، ببینیم به این شکل به صورت اوتومات تونستیم که
مکابره انجام بدیم.